سلام، علی هاشمی هستم. به کلاس من بینایت خوش اومدید. در این ویدیو کوتاه قرار یه سوال با هم دیگه بررسی کنیم، از دامنه تابه به کمک نمودار. سوال خیلی مهمی هم است. ببین سوالو گفته، اگر تابه سودی F با دامنه و برد R از مبدا مختصات عبور کنه، F4 اش هم مساوی باشه با صفر، اون وقت کدوم عدد قطعا تو این دامنه حضور دارد؟ برای که بهتر درکش کنیم بریم سراغ رسم نمودارمون. این محور مختصات زیبا تابع اف عزیز یه تابع سودی بوده که از مبدا مختصات عبور میکنه، در ضمن اف 4 اش هم مساوی بوده با چند؟ مساوی بوده با صفر. پس چون سودیه یعنی داره زیاد میشه میاد اینجا، این فاصله قطعا صافه و دوباره میره بالا. این شد تابع سودی اف. آره یا نه؟ از مبدا باید عبور کنه، در ضمن اف 4 اش هم صفره، پس این نقطه 4ه. به ازای 4 میشه 0، یعنی به ازای 1 0، به ازای 2 0، به ازای 3 میشه اول 0، به ازای 4 هم برابر است با 0. با این مشکلی نداری. پس تابع سودی یعنی از چپ به راست داره زیاد میشه یا خط صاف. حواست باشه با اکیدن سودی اشتباه نگیری، یا اکیدن سودی یعنی فقط باید بره بالا، اما سودی میتونه بره بالا یا میتونه یه خط صاف باشه. چون از دو تا نقطه عبور کرده، از این جناب مبدا و اف 4 اش هم صفر بوده، پس این فاصله رو من مجبورم خط صاف بکشم. تا اینجا قبوله؟ بریم سراغ تحلیل این بنده خدا. عبارت رادیکالی دارم، وقتی میخوام دامنه رادیکالی حساب کنم، زیر رادیکال باید بزرگتر و مساوی صفر باشه. پس سینوس x ضرب در اف 2x باید بزرگتر و مساوی صفر باشه. من میخوام ببینم کدوم یکی از این چهار تا عددی که من گفته قطعا اینو بزرگتر از صفر میکنه یا مساوی با صفر. چیکار کنم؟ دونه دونه گزینه ها رو بررسی کنم. اولی گفته 4، اگه بیام به جای x 4 بذارم میشه اول سینوس 4 در f 8. آقا سینوس 4 در f 8 مقدارش مثبته یا مقدارش صفر؟ من نمیدونم تحلیل شما اصلا نمیدونم چه جوریه. عجیبه، چون این عددهایی که من اینجا گفته اینا رادیان هن، درجه هن، چی هن اصلا؟ من نمیدونم، هیچ اطلاعاتی ندارم. پس در رابطه با این فعلا نمیتونم اظهار نظری کنم. بعدی رو ببین، میخوام یک جایگزین کنم. اگه یک جایگزین کنم اون وقت چی میشه؟ تو بهم بگو. میشه اول سینوس یک ضرب در اف دو ضرب در یک میشه دو. آره یا نه؟ سینوس یک ضرب در اف دو قطعا میشه صفر. از کجا فهمیدی؟ ببین اینجا رو، توی نقطه یک، توی نقطه دو، توی نقطه سه و توی نقطه چهار جواب صفره. پس اف دو مساوی است با صفر. اگر این صفر باشه، صفر ضرب در هر چیزی جواب من صفر میکنه. پس حتما نقطه یک جزء دامنه من هست. اینهای دیگه هست یا نیست من نمیدونم، اما در رابطه با این مطمئنم که اگر یک جایگزین کنم زیر رادیکال من قطعا صفر میشه. سوال جالبی بود، مرسی.